جمشید برزگر نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن با ما هستند. آقای برزگر، از شما بیشتر بشنویم در مورد آقای براهنی و آثار او. بله، همونطور که در بیانیه کانون نویسندگان هم اشاره شده، او از چهره‌های مؤثر و تاثیرگذاری بود که در دهه 40 کار خودش رو آغاز کرد. آقای براهنی کار خودش رو، زندگی ادبی خودش رو، با انتشار مجموعه شعر آهوان باغ شروع کرد و تا اواخر دهه 40 4-5 مجموعه شعر منتشر کرد. منتها اون چیزی که باعث معروفیت آقای براهنی شد و او رو تثبیت کرد در دهه 40 شعرهاش نبود، نقدهای ادبی او بود، چه در حوزه شعر و چه در حوزه داستان نویسی، که به هر حال متفاوت بود با آنچه که تا پیش از اون در فضای ادبی ایران حاکم بود. آقای براهنی چون دکترای زبان ادبیات انگلیسی در ترکیه خونده بود، با نظریه های ادبی جدید آشنا بود و سعی کرد اینها رو با در واقع آثار ادبی معاصر رو با اون نظریه ها تطبیق بده و نقد و بررسی بکنه. بعدها البته مخصوصا در دهه 70 و انتشار کتاب خطاب به پروانه ها و مقاله چرا من شاعر نیمایی نیستم، در اونجا در حوزه شعر هم تاثیرگذار شد و شاگردان و پیروانی داشت که شعر نوشتن به سبک و سیاقی رو که او میپسندید و توصیه میکرد ادامه دادن. در حوزه رمان نویسی هم البته تلاش هایی کرده بود، ولی عمدتا در این دو حوزه میشه از نظر ادبی کار او رو ارزیابی کرد. این تأثیری که در نقد ادبی شعر و داستان داشت و دیگری شکل دیگری از سرودن شعر که متفاوت بود با آنچه که نیما یا شاعران معاصر مثل احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری ارائه کرده بودن، آقای براهنی شعری رو در واقع رواج میداد یا دفاع میکرد از اون که بیشتر بر بازی‌های زبانی یا به گفته خودش زبانیت در شعر استوار بود. یکی از مواردی که کانون نویسندگان بهش اشاره کرد در مورد آقای براهنی و آقای برزگر، مبارزه او بوده با سانسور. چقدر فعالیت او در این زمینه در کشور مؤثر بوده؟ بله، ببینید دقیقا در بیانیه کانون به دو وجه او، یعنی زندگی ادبیش و زندگی اجتماعیش اشاره شده. در زندگی اجتماعی و سیاسیش او به هر حال نویسنده‌ای بود مدافع آزادی بیان بی هیچ حس و استثنا برای همگان، و این رو در شکل‌گیری کانون نویسندگان در اواخر دهه 40 نشون داد. جزو کسانی بود که کمک کردن در اون زمان کانون نویسندگان شکل بگیره. بعدها بعد از انقلاب هم او نقشش رو ادامه داد و به ویژه در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 نقش خیلی خیلی مهمی داشت، از جمله در تهیه متن 134 نویسنده یا ما نویسنده ایم که متنی است بسیار مهم، هم در نوشتن اون متن، هم در جمع‌آوری امضاها و هم در بیان و معرفی اون در سطح جهانی نقش عمده ای رو ایفا کرد. در آثار خودش همواره از سانسور و هر شکلش انتقاد کرده بود و همونطور که عرض کردم از آزادی بیان به شکل مطلقش دفاع میکرد و در کانون نویسندگان این تلاش های خودش رو در واقع او با کسان دیگری مخصوصا در دهه 70 مثل محمد مختاری، محمد جعفری پوینده، منصور کوشان، هوشنگ گلشیری، با این افراد در واقع هماهنگ میکرد که بتونن به صورت سیستماتیک از آزادی بیان در کشور دفاع بکنن و علیه سانسور جبهه بگیرن. سپاسگزارم از توضیحات شما. جمشید برزگر، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن.